سرخط خبرها. تأکید پاکستان بر ثبات در منطقه. وزارت خارجه پاکستان حملات اخیر در افغانستان را نکوهش کرده و بر ریشه‌کن کردن لانه های هراس افغانان تأکید کرده. نگرانی از وضعیت غیر نظامیان در فاریاب. طالبان 50 خانه قیام کننده ها در ولسوالی المر را به آتش کشیدند. بازداشت 9 هراس افغان در پروان. 7 تن این افراد ماین‌گذار و 2 تنشان متهم به هسته گذاری گروه داعش در کشور هستند. دستگیری 2 تن از فرماندهان شورشان در ولسوالی‌های غورمند است که تلاش داشتند تا هم برای داعش هسته گذاری بکنند و هم در رویدادهای مختلف اونا متهم هستند. و هشدار آمریکا به ایران. وزیر دفاع آمریکا گفته است در صورت که امنیت آمریکا و متحدانش از سوی تهران تهدید شود، آماده حمله بر این کشور است. با نام خداوند یکتا و با عرض سلام به مجموعه خبری نیمروز از یک خوش آمدین. پاکستان برای ریشه‌کن کردن لانه های هراس افغانان بر اقدامات مشترک میان کابل و اسلام آباد متحد است. وزارت خارجه پاکستان حملات اخیر در افغانستان را نکوهش کرده و تأکید میکند که اسلام آباد در مبارزه با گروه های هراس افغان متحد است و چون این حملات بر ضد غیر نظامیان توجه پذیر نیست. در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده است که تلاش های مشترک میان دو کشور میتواند بر برچیدن لانه های هراس افغانان تأثیر گذار باشد. طالبان در ولایت فاریاب خانه های مردم را آتش زدند. نقیب الله فایق نماینده مردم فاریاب در مجلس به تلویزیون یک میگوید دست کم 50 خانه مربوط به خیزش کننده ها در ولسوالی المار از سوی طالبان با آتش کشیده شده است. با گفته او جنگ همچنان در 10 بخش فاریاب ادامه دارد و در برخی نقاط هم اکنون طالبان در حال پیشروی هستند. تقریبا 50 خانه را در داخل 50 خانه از سربازان نیروی مردمی را کلا در داره. همین خرایی که محاصره شده مربوط به ولسوالی المار. 19 غیر نظامی از اثر انفجار در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب زخم برداشتند. این ماین حوالی ساعت 10 صبح امروز در نزدیک یک شعبه کابل بانک نو زمان رخ داده است که مردم برای گرفتن معاش تجمع کرده بودند. سخنگوی فرماندهی پلیس فاریاب میگوید که زخمی های این رویداد همه غیر نظامیانند و وضعیت 4 تن از آنان وخیم گزارش شده است. ملا محمد عمر رهبر طالبان در پیام به مناسبت فرارسیدن عید سید فطر رسیدن طالبان به هدفشان را در کنار جهاد از راه های صلح‌آمیز و فعالیت های سیاسی مشروع دانسته است. و افزوده است فعالیت های سیاسی و تماس ها و گفتگوها با افغان ها و کشورهای مختلف به خاطر آن است که کشور از اشغال بیرون شود و یک نظام مستقل اسلامی حاکم گردد. در این پیام بر ادامه جنگ در کشور تاکید شده است. رئیس جمهور غنی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین شب گذشته در ارگ ریاست جمهوری با هم دیدار کردند. موضوع اصلی مورد بحث این نشست را موافقتنامه امنیتی میان امنیت ملی افغانستان و سازمان استخباراتی پاکستان تشکیل میداد. گفته می شود در نتیجه این نشست فضای روابط میان رئیس جمهور پیشین و رئیس جمهور کنونی که ظاهرا به دنبال تلاش های حکومت بر سر امضای اتفاقنامه تبادلات اطلاعات استخباراتی افغانستان و پاکستان به تیرگی گرایده بود نرم تر شده است. 5 غیر نظامی از اثر تیراندازی مخالفان مصالح دولت در زابل کشته شدند. منابع محلی میگویند که مخالفان مصالح دولت پس از چاشت دیروز در منطقه بابوی ولسوالی نوبهار به سوی غیر نظامیان تیراندازی کردند. با گفته میرویس نورزی فرمانده پلیس زابل مخالفان مصالح دولت هنگام به سوی غیر نظامیان حمله کردند که آنان در یک دکان نشسته بودند و ای می افزاید که 3 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. فرمانده پلیس زابل می افزاید به دنبال این رویداد پلیس به محل رسید و در نتیجه درگیری پلیس با مخالفان مصالح دولت 2 تن از افراد مسلح و 1 پلیس کشته شدند. مسئولان محلی در پروان از بازداشت 9 هراس افغان خبر می دهند.
وحید صدیقی سخنگوی والی پروان میگوید 7 هراس افغان که در ماین گذاری ها در مسیر شارای شمال دست داشتند از مسیر دو سرکه شارای سالنگ گرفتار شدند. صدیقی می افزاید 2 تن دیگر که متهم به هسته گذاری گروه داعش و ساختن ماین در ولسوالی های غوربند هستند از مربوطات ولسوالی شیخ علی بازداشت شدند. سخنگوی والی پروان همچنان از کشف یک موتر پر از مواد انفجاری که از شمال به مقصد کابل در حرکت بود نیز خبر داده. می گوید که 1 تن بین اتهام نیز بازداشت شده است. دستگیری 2 تن از فرماندهان شورشان در ولسوالی‌های غوربند است که تلاش داشتند تا هم برای داعش هسته گذاری بکنند و هم در رویدادهای مختلف اونا متهم هستند. این 2 فرد یکشان متهم است به انجام فعالیت‌های تروریستی به ویژه جاگذاری ماین‌ها در کنار جاده استفاده از ماین‌های مغناطیسی در سطح ولایت پروان و فرد دیگه هم که مسئولیت هسته گذاری داعش در پروان و بامیان عهده دار بود از جانب منصوبان امنیت ملی بازداشت شد. ریاست عمومی امنیت ملی از کشته شدن امین جان کوچی والی نامنهاد طالبان در ولایت لغمان با 12 تن از همکارانش خبر می‌دهد. این نهاد امنیتی در خبرنامه نگاشته است که والی نامنهاد طالبان در یک عملیات ویژه نیروهای امنیت ملی در منطقه مارچینه که در میان ولسوالی اچین و غنیخیل موقعیت دارد کشته شده است. منبع افزوده است که وی مسئولیت چندین حمله انتحاری بالای نیروهای امنیتی و شهروندان کشور را در شرق افغانستان به عهده داشته است. در نتیجه یک عملیات خاص ریاست عمومی امنیت ملی امین جان کوچی والی نامنهاد طالبان برای ولایت لغمان با 12 تن امرهان جنگجوی از اونا در منطقه ماروچینه ولایت ننگرهار از بین رفتن. امین جان کوچی مسئولیت چندین حمله خونین در شرق افغانستان بالای نیروهای امنیتی و اهالی منطقه داشتند. معتادان مواد مخدر پس از درمان دوباره به استفاده این مواد رو می آورند. یک پژوهش تازه وزارت مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که بیکاری، فشار دوستان و دسترسی آسان به مواد مخدر از علتهای اصلی دوباره رو آوردن معتادان به این مواد است. این پژوهش همچنان نشان می دهد که بیشترین استفاده کنندگان مواد مخدر جوانان هستند. محمد غازی رسولی با جزئیات بیشتر. این پژوهش در 39 مرکز درمان معتادان در 6 ولایت صورت گرفته است. پژوهشی که نتایج آن امید بخش نیست، زیرا روشن شد که درمان شدگان دوباره به استفاده از مواد مخدر روی می آورند. این تحقیق نشان می دهد که مصرف سوی مواد مخدر یک مشکل عمده میان جوانان و جامعه ما است. و فیصدی بلند استفاده کننده های مواد مخدر را جوانان تشکیل می دهند. در افغانستان دلایل مختلفی برای شروع استفاده به مواد مخدر وجود دارد. این نخستین گزارش پژوهشی درباره معتادان مواد مخدر است که از سوی حکومت روی آن کار شده است. بر بنیاد این گزارش بیکاری، فشار دوستان و دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شدند که درمان شدگان دوباره به استفاده از این مواد بپردازند. این تحقیق نشان می‌دهد که فشار دوستان عامل اصلی آن می‌باشد. در سطح جهان جوانان آسیب پذیرتر هستند. فشار دوستان عملا در مراحل نوجوانی و جوانی قوی تر است. 41% مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که فشار دوستان سبب شروع استفاده به مواد مخدر توسط آنها بوده است. 21% پاسخ دهندگان بیکاری را علت شروع استفاده مواد مخدر بیان کردند. و 18% آنان موجودیت استفاده کننده فعال مواد مخدر را در فامیل خود گفتند. اما در این مدت معتادان زیاد درمان نیز شدند. تعداد بسترهای را که وزارت صحت عامه داره به خاطر تداوی معتادین به نهایت کم است. 3.5 میلیون معتاد صحبت میکنیم، خورم اگر 20% از زیر بگیریم یک تعداد کثیر میشه که متاسفانه یک تعداد اونا تداوی نمیشه. اولی است که در قسمت جمعوری کارمندان اجتماعی امرشان همکار است، اینا را جمعوری میکنند، بعد از او اینا را به مرکز چی میبرد. در مرحله دیگری بالاخره ارزیابی میکنه است، میبینه مصاحبه میکنه امره معتادین در صفخانه که اینا کدام نوع مسلک ضرورت داره که ما زمینه آموزش فنی و حرفوی اجرا مصاحبه بذاریم.
آمارها نشان می‌دهند که افغانستان در کنار اینکه بزرگترین تولید کننده مواد مخدر است، از مصرف کنندگان بزرگ این مواد نیز می‌باشد. نزدیک به 3.5 میلیون شهروند کشور به مواد مخدر معتاد شدند و ادامه این وضعیت سبب شده است تا افغانستان نیروی کارش را از دست بدهد. سرانجام ایران و گروه 5 به اضافه 1 به توافق تاریخی هسته‌ای دست یافت. رئیس جمهور ایران این توافق را سر آغاز یک امتحان میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 دانسته و تأکید کرد که ایران به 4 هدف عمده که در گفتگوهای هسته‌ای داشت رسید و این توافقنامه شکست بزرگ بر اسرائیل به شمار می رود. اما بارک اوباما می گوید این توافق به معنای پایان اختلاف ها با ایران نیست و ایران باید به جنگ های نیابتی منطقه و نقض حقوق بشر پایان دهد. بسیاری کشورها از این توافق استقبال کردند، اما اسرائیل این توافق را اشتباه بزرگ تاریخی گفته است. توافقی که به جنجالی ترین مسئله جهانی ظاهرا پایان داد. توافق هسته ای ایران که ماها سرخط رسانه های دنیا بوده، قدرتمندترین کشورها را به خود مشغول کرده بود. ایران و 6 کشور قدرتمند دست کم 23 ماه روی رسیدن به توافق در این مورد گفتگو کردند. این گفتگوها چندین بار به تأخیر افتاد و اثر گرفته شد و سرانجام امروز در ویانا پایتخت اتریش به نتیجه رسید. توافق به دست آمده یک راه حل برد و فصل جدیدی از امید برای مقابله با چالش های بزرگ جهانی است. این یک لحظه تاریخی است که با توافق جامعی دست یافتیم. توافق برای طرف های مذاکره کامل و بی عیب نیست، اما این توافق است برای همه ما یک دستاورد بزرگ به شمار می رود. این خبر با سرعت سرخط تمامی رسانه های دنیا شد و واکنش های زیاد را به همراه شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ساعت پس از نشر این خبر در نشست خبری ظاهر شد و از این توافق استقبال کرد، اما تاکید کرد این توافق به معنای پایان اختلاف های آمریکا با ایران نیست. هنوز موضوع جنگ نیابتی ایران در منطقه و نقض حقوق بشر از این کشور وجود دارد. این توافقنامه بر مبنای اعتماد و تایید امضا شده است. بر مبنای این توافقنامه همه راه‌های رسیدن ایران به جنگ‌افزارهای هسته‌ای قطع شده است. ایران 2-3% از سانتریفیوژهای خود را حذف خواهد کرد، اما اگر کنگره آمریکا هر گونه معاونی را ایجاد کند، من آن را رد خواهم کرد. افزون بر آن، این توافق به تمامی اختلاف‌ها پایان نمی‌دهد. نقض حقوق بشر و مسئله جنگ نیابتی ایران در منطقه هنوز وجود دارد. همزمان حسن روحانی رئیس جمهور ایران با تلویزیون دولتی این کشور ظاهر شد و این توافق را موفقیت بزرگ برای مردم ایران و شکست برای اسرائیل دانست. روحانی افزود ایران به تمامی اهداف در این توافقنامه دست یافته است. من خوشحالم که امروز با مذاکرات 23 ماهه جمهوری اسلامی ایران با 6 قدرت جهانی امروز توانسته ایم به نقطه جدیدی دست پیدا کنیم. این ایستادگی مردم و مقاومت بود که طرف مقابل را به خوبی پای میز مذاکره آورد. ما دنبال مذاکره بودیم، دنبال اون بودیم که بر مبنای منافع ملی و مصالح ملی بدبستان منصفانه و عادلانه در پیش بگیریم. از امضای این توافق نامه استقبال میکنیم. اکنون جهان نفس راحت میکشد. اکنون کوریای شمالی یگانه کشور هسته‌ای است که بر امنیت جهان تهدید بزرگ به شمار می رود. من فکر می کنم با امضای این توافق نامه فشار بیشتر بر کوریای شمالی وضع گردد. اما برخلاف دیگر کشورها، اسرائیل این توافق را محکوم کرده و آن را اشتباه تاریخی دانست. ایران اکنون میلیاردها دلار خود را به دست می آورد تا این کشور به فعالیت های تجاوز آمیز و دهشت افغانانه خود در منطقه و جهان ادامه بدهد و به گونه مطمئن به جنگ افزارهای هسته‌ای دست یابد. این توافق یک اشتباه تاریخی است. همزمان با این توافق بهای نفت خام به گونه سرسام‌آور در بازارهای جهانی کاهش یافت. قرار است متن توافقنامه هسته‌ای در جریان 60 روز توسط کنگره آمریکا بررسی گردد تا تحریم های وضع شده از ایران را بردارند. اما در ایران این توافقنامه باید حمایت آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی این کشور را در کنار پارلمان این کشور داشته باشد. از همراهیتان سپاسگزار هستم و وقت خوش برتان آرزو میکنم.